کم میشد به اسلام نقدی وارد کرد. اما به محض که ایشون خودشون وارد سیاست کردن و از مکه تشریف بردن به مدینه و اونجا آدم ها رو جمع کردن و به زدن کاروان ها و کشتن مردم و دستور قتل دادن و این کارا شد، این است که لکه‌دار شد اسلام، لکه‌دار شد، تعلیماتش قابل نقد شد. پیرزنان رو به اسب بستن و چهار تکه کردن، نیمه شبان آدم فرستادن، کارهای تروریستی کردن، دشمنان خود رو در خواب سر بریدن. اینها حاصل در واقع در هم آمیختن سیاست بود با دین. اگر که وجود شریف ایشان در همون مدینه مکه باقی میماند، و به همین دلیل هم هست که بعضی از مسلمین بودند همواره که گفتند که اون کسی که در واقع میخواست مهاجرت بکند که حضرت رسول بوده است، رسول اکرم، ایشان را کشتند و شیطان به جای اون نشست. وجود شریف ایشان همانی بود که در مکه بود. مقصود این که هر جا دین با سیاست در واقع به هم آمیخته، جز ادبار و ارتجاع و خشونت بیش از حد چیزی نداشته. آقای مشیری، از همین ابتدای بحث من گرفتار یه مشکل شدم. بله، مشکل اینه، شما اشاره میکنید که نوح افسانه است، موسی افسانه است، هنوز پاسخ من رو در مورد عیسی و محمد اجازه بدید من گرفتاریمو بگم خدمتتون، بعد جناب عالی ادامه بدید. ببینید، من مشکلم اینه، اگر پایه های یک با دین نمیخوایم گلاویز بشیم، حالا چرا نمیخوایم من نمیدونم دلایلش چیه، ولی بیایم برگردیم به یه آدم خردگرای قرن 21 که میخواد زندگی بکنه با مسائل جهان امروز و جهان فردا دست به گریبون باشه. اشاره میکنیم که دین یه بخش خیلی خوب داره که جنبه سیاسی نداره، اینایی که شما الان تا اینجا فرمودید، و یه بخشی داره که وارد سیاست که میشه از اونجا مشکل ما پیدا میکنیم، درست اون دستورات زیبای اخلاقی چهره دیگه پیدا میکنه. خب دین اگر مثل هر پدیده‌ای، خود دین که این کارو نمیکنه، یه عده‌ای هستن به نام دکانداران دین در هر دورانی، در هر زمانی، از همون زمان موسی تا به امروز، در شکل‌های مختلف، آخوندهای مختلف. غیر از اینه مگه؟ نه بله، غیر از اینه، مطلقاً اینطور نیست. بفرمایید شما. خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید بنده جواب سوال شما رو بدهم در باب عیسی مسیح، به اینکه آیا افسانه بود یا نبود. وقتی که در واقع هابز پیدا شد، اول هابز یک سیاسی اندیش بزرگ است، کتابش در واقع یکی از اساسی ترین آثار سیاسی اروپا است، در اونجا اشاره ها دارد، نقد دین میکند. و بعد عرض کنم که ما اشتراس رو داریم و اسپینوزا رو داریم، اینها زندگی مسیح رو نقد کردن، اون چه معجزات و کرامات هست و اینها از او گرفتن و کسان دیگر. و بعد کار به جای رسید که در یک دوره‌ای در قرن 19 بسیاری منکر شخصیت تاریخی حضرت مسیح شدند، اما بعد این اندیشه باطل شد، یعنی اینکه مسیح نبوده است باطل شد، و امروز جمیع محققان اینها بر این هستند که چنین شخصیتی وجود داشته، یکم راه افراط پیمودن. اینو جواب داده باشه. مطلب دیگری که میفرمایید که دین که این کارا رو نکرده است و بعد آخونده کردن، نه، این خطاست. من میخوام نقل قولی بکنم از مرحوم برتان راسل که میگوید وقتی یک آدم دینی مرتکب جنایت میشود، به گردن او نیندازید، به گردن اونهای بیندازید که کتاب راهنمای جنایت رو دست این آقایان دادن. این دو بنده دیروز هم در برنامه تلویزیون پارس عرض کردم، این کاملا خطاست. شما میزان خشونتی که در تورات هست واقعا وحشتناکه، یعنی وقتی نگاه میکنید که میگوید اگر پسری به سخن پدرش گوش نکرد یا تمرد کرد، بلافاصله ببرید نمیدونم سنگسار بکنید،
یا در قرآن قریب 500 تا 527 یا 28 آیه در تشویق به خشونت هست، این است که ما نمیتوانیم بگوییم که نخ اینا در دین نبوده اما این آخوندها بد هستن. اگر ما تا بخوایم چنین طرز فکری رو دنبال بکنیم تا قیامت کمیت ما لنگ است. آقای فروزنده، اصل قضیه، اصل گرفتاری در منشأ است. ما حالا به اون بقیه کار نداریم، در چون گرفتاری ما اسلام هست، خدمت شما عرض میکنم از منشأ بوده و ما منشأ رو و سرچشمه رو واسه مورد نقد قرار بدهیم و بیاییم و رفتار این آقایان رو که بنیانگذاران دین بودن رو نگاه بکنیم، ببینیم چگونه میزیستن، چه کارهای انجام دادن. اینا کسانی بودن که مطلقاً و ابداً تحمل دگراندیش رو نداشتن. به محض اینکه یک کسی فرض فرمایید یک سخنی میگفت که در تقابل بود با فرمایشات رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شب آدمی فرستادن سر این رو میبریدن بیچاره رو. یعنی تمام این قضایا که ما داریم میبینیم، وقتی که فرض فرمایید این مجلس اینها میگوید شلاق و شکنجه نباشد و اون شورای نگهبان در کمال بلاغت و با صدای بلند میگوید شکنجه باید باشد، این نه اینکه این آخوندا چون آدمای بدی هستن میگوین باید باشه، نه، چون شکنجه بوده در قرآن و خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور شکنجه میدادن در بسیاری موارد. آمارش هست، من میتونم حتی بگم چه زمانهایی و در کجا دستور بریدن دست و پا دادن ایشون و در کجا دستور نمیدانم کور کردن دادن، از اینجور کارها. بنابراین کلیت این تعلیمات اسلامی که بهش فقه گفته میشه و این منشأش چند چیز هست، یکیش قرآن هست، یکی سنت رسول هست، در واقع فرمایشات ایشان و اعمال صحابه هست. جمع اینها رو که ما بر روی هم بگذاریم میشود اون سنت اسلامی و فقه اسلامی که البته شعب مختلف در اندکی موارد با یکدیگر اختلاف دارن اما در موارد کلی هم هستن. بنابراین این سخن اشتباه است که بگوییم که اصل دین و کتابهایی که بوده اینا منزه بودن از خشونت یا چیزهای از این قبیل، اما تقصیر آخوندهاست. اگر ما چنین بنگریم هیچ هرگز به نتیجه نمیرسیم. ما بایستی بگوییم آقا این دین امر محترمی است چون مربوط است به انسان و انسان محترم است و این در عمق در واقع سایکی انسان دین هست، بنابراین بسیار بسیار محترم هست تا جایی که قانون رو رعایت بکند و تا جایی که زیان به کسی نرساند و دیگران رو نفی نکند و عرض می کنند که تولید خشونت نکند بر این مبنا که اون چه من میگویم صحیح هست، اون چه دیگران میگویم غلط هست. بنابراین ما مجاز هستیم که دیگران رو بمب بذاریم و بکشیم، اینا نیست. این است که بهترین طریق همون جدا ساختن دین هست. اگر ما بخوایم خود رو درگیر این قضیه بکنیم که فرض کنید رفسنجانی خوب است، آقای روحانی چنین است، یکی یکی درست ما به کسی خواهیم ماند که یک باغی داشته باشیم و یک درخت مخصوصی که تولید میوه های زهرآلود میکند و ما بیاییم مرتب در باب فرفر این میوه ها که هر کس بخورد میمیرد سخن بگوییم، بگیم آقا این یکی دل درد میآوره، این به حد مرگ سم درش نیست، اما این یکیش دو نفر میکشه، این کار ما رو بیاد. تا ما نرویم و اون درخت رو قطع نکنیم یا حداقل اون درخت و شاخ و برگش و میوه هاش رو معرفی نکنیم که همه بدانن این میوه سمی کجاست، کار ما به جایی نخواهد رسید. بنابراین این گناه، این جنایات رو به گردن آخوندها انداختن از یک سو، از اونجا که عامل جنایت بودن و مرتکب جنایت شدن البته تقصیر اونهاست، اما دستورالعمل جنایت از روزگار قدیم بوده. و بعد میخوام من اضافه کنم که دین یک امری است که خوب و بد بودنش به لحاظ نظری و
بستگی به خوب و بد ذهنیت مؤمن دارد. یک آدم خوب، متمدن، مدنی، دینش هم خوب است. یک آدم عرض کنم که خبیث، عرض شود که خشن، دینش هم خشن است. اینها مباحث خیلی پیچیده است. اما بر بگردیم سر فرمایش جناب عالی، این سخن اشتباه است که بگوییم که همه اینها خوب بودن و این کتاب ها چیزای خوبی بودن و دستورات خشن و غیر انسانی در اینها نیست، اما تقصیر ملایان است. این سخن خطا است. نه، من اینو نگفتم جناب، شاید توضیح من ناقص بوده. ببینید، دین یک مجموعه است از احکام، آیین‌ها و به هر حال دستوراتی که به زندگی فردی و اجتماعی افراد میپردازه. آیا این به طور خلاصه و اجمال تعریف درستی از دین هست یا نیست؟ یه بار دیگه بفرمایید. دین مجموعه است از آداب، احکام، آیین‌ها و روش‌های زندگی که توسط یه پیامبر، یه موجودی، مجموعه شکل میگیره، در اختیار بشر قرار میگیره تا راهنمای زندگی خصوصی و عمومی او باشه. آیا این به تعریف دین نزدیکه یا نیست؟ خب این یه نگاه جامعه شناسان است دین. در باب ادیان سامی نزدیک بود تعریف شما، یعنی این زائین یهود و هر شبت که آیین مسیح و اسلام. بله، الانم گرفتاری ما در اینجاست. الانم گرفتاری ما، گرفتاری من و شما به عنوان دو ایرانی، بر سر یکی از این ادیان سامی است. درسته یا نه؟ بله. بسیار خوب، اگه اینو پای قرار بدیم جان مشری، این یه سری احکام و آداب و روش‌ها و آیین‌های زندگی خصوصی و عمومی و همه ایناست و قربتن الله هم هدفشه، نزدیک بشیم به خدا. جناب مشیری، پرسش اینه، اون نکته‌ای که من دارم اینه، این دین، این مجموعه است، یه چیزای خوب و بدی هم درش بوده. در قرآن همونطور که اشاره فرمودید آیاتی هست در مورد عذاب، در آیات چجوری با کافرها مواجه بشید، چجوری با مرتدین مواجه بشید، همه اینا، اینا رو قبول داریم. اما بر این قرآن در طول 1500 سال که از عمرش میگذره، یک مجموعه عظیمی توسط دکانداران این دین اضافه شده، همونطور که بر مسیحیت توسط دکانداران مسیحیت اضافه شده، همونطور که در یهودیت بر توسط دکانداران یهودیت اضافه شده. این مجموعه اضافه شده آیا دینه یا کار دکانداران دین؟ کار آخوندهای یهودی است، کار آخوندهای مسیحی است و یا کار آخوندهای مسلمان؟ این دوتا رو کجا باید فاصله‌اش رو تعیین کرد؟ چون شما می‌فرمایید، شما دارید اشاره می‌کنید که طرفدار یک جامعه سکولار هستید. درسته؟ یعنی شما رو دین رو در حدی که در مسائل سیاسی جامعه دخالت نکنه می‌پذیرید. اما از مجموعه این چیزهایی که دکانداران دین، آخوندهای ادیان بر ادیان اضافه کردند، بخش عمده اینها برای تحکیم قدرت دکانداران دینه. این دوتا رو چجوری باید از هم تمیز داد؟ ما با دین که به گفته شما به عنوان یک جامعه سکولار نمیخوایم درگیر بشیم. یه مجموعه است، اگه در سیاست دخالت نکنه ما خیالمون راحته. بله. اما ملا محمد باقر مجلسی در این حد نمیمونه. خود ملا محمد باقر مجلسی یا شیخ کلینی، اینها چند برابر قرآن حکم و دستور و آیین آوردن و داره اجرا میشه. اینها دکانداران این دینن، اینها ملاهایی هستن در دین ما. این چجوری باید برخورد کنیم؟ فرمایشات شما درسته، باید زمینه تاریخی داشته باشیم، بینش تاریخی پیدا بکنیم، برای اینکه بدونیم با این پدیده چجوری مقابله کنیم ابتدا به سلاح علمی تحلیل تاریخی باید مسلح باشیم، این آگاهی رو داشته باشیم. جان مشیری، این چجوری میتونیم جدا بکنیم از هم؟ شما که نمیخواید که دستورات ملا محمد باقر مجلسی در یه جامعه سکولار، حتی در جامعه سکولار باقی بمونه. آیا اینو واقعا توصیه میکنید؟ عرض میکنم خدمت شما آقای فروزنده گرامی، ببینید شما اسلام رو نگاه کنید که پیغمبر فرموده است که الیام اکملت لکم دینکم. خیلی خوب،
یعنی اون روزی که تشریف بردن مکه رو با شمشیر تسخیر کردن، بت‌ها رو شکستن، دستوراتی دادن که شما خون شما بر یکدیگر حلال حرام شد، مالتون حرام شد، دستورات این چنین و گذشته است و رفته است، یعنی دیگه تمام شد، این دین کامل شد. اما بیشترین انشعابات در این دین شد به جهت اینکه این یک آیینی بود بیابانی، ساده و از مناسبات ساده یک زندگی قبیلگی برخواسته بود و وقتی که آمد و برخورد کرد به یک جامعه پیچیده مثل جامعه ساسانی، دیگر این دو سه ورق آیات قرآنی که حاوی فرض بفرمایید که مسائل قانونی و قضایی قرآن هست جوابگوی این جامعه نبود. این است که اینا آمدن دنبال تفسیر و تعبیر و عرض می شود که بعد مردم مسلمان هم تفکرات مختلف داشتن، برداشت های مختلف داشتن. این است که انشعاب ها شد در دین. می گوین 72 یا 73 انشعاب در دین اسلام شده است و عرض کنم که این نمی دونم، ما 4 مکتب اهل تسنن داریم، یک مکتب شیعه داریم، مهم یک مکتب، وگرنه مکاتب شیعه بیشتر از 120 مکتب در واقع شیعه گری داشتیم. این است که در کلیات، البته این یک سوال کلامی است شما میفرمایید، این بحث ما هیچ ارتباطی ندارد، خودشان میدانند با اختلافاتشون در مسجد، به ما ربطی ندارد. اینها یک کلیاتی دارد مثل اصول دین فرض بفرمایید، یا اون چه صریحاً در قرآن آمده است و هیچ شکی و تردیدی در باب صراحت بیانش نیست. این است که در کلیات که اینا همه با هم هستند، در امور جزئی نگرش فقهی این آقایان، یعنی اون که شیعه هست و اون که شافعی هست یا مالکی هست، اینها با هم تفاوت میکند. البته یا اون چه ابو حنیفه گفته است به عنوان مثال، مثلا در مورد خوردن آبجو که میگوید اشکالی ندارد، یا قرآن رو به فارسی خواندن یا نماز رو فارسی خواندن، امام ابو حنیفه زوتی کابلی به عنوان یک ایرانی چنین دستوری رو داده است. بسیار خوب، اینها جزئیاتش هست که اینها با هم تفاوت میکنن، این مکاتب مختلف فقهی، اما کلیاتش که همه یکیست. عرض کردم منشأش کجاست. اینها مباحثی نیست که ما بخوایم خود رو در اون درگیر بکنیم. ما جستجوگر یک سیستم دموکراتیک سکولار هستیم که این آقایان بسیار محترم انگاشته شوند و هر کدوم از این فرق بتوانند مساجد خودشون رو در پایتخت مملکت جاهای دیگر داشته باشند و برادران ایرانی ما چه شافعی باشند چه مالکی باشند در حقشون هیچ تبعیضی نباشد و قانون از اینها سیانت بکند که اینها بتوانند به اون چه باورمند هستن عمل بکنند. این چیزیست که ما جسورگش هستیم. این که حالا که اگر کشمش داخل پلو کردیم این آیا حلال است یا حرام است، یا از این جور صحبت ها، یا آیا بر مرده ما 4 تکبیر بگوییم یا 6 تکبیر بگوییم، از این جور مباحث که بین آخوندها مطرح بود از طی اعصار و قرون، این هم مباحث سیاسی امروز ما نیست و به درد ما هم نمیخورد. داستان مشکل ما اینجاست که دین رو از کار سیاست جدا کنیم، شاید این دین هم محترم ماند، کما این که به هر صورت ایرانیان این دین رو محترم نگاه داشتن به وجهی که میخواستن، البته یعنی دین رو به تعبیر ایرانی ساختن، یعنی مطابق با ذوقیات ایرانی و سوابق فرهنگی، همین تشیع رو عرض میکنم. این است که وظیفه ما نیست که بیاییم وارد این جزئیات بشویم. وظیفه ما این است که ما دین رو عرض کنم در اون قانون اساسی مطلقاً و ابداً چیزی که فهوای دین داشته باشد، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، به معنی که بسم الله الرحمن الرحیم آمد، ما ایجاد فساد کردیم به جهت اینکه این قانون اساسی همه ملت است، ممکن است
در اون کشور کسانی باشن که این الله رو به عنوان خدا نشناسن، اما شهروند مملکت هستن و دارای یعنی قانون چگونه دارای حق انسانی و مدنی هستن، یعنی ما ما نمیخواهیم. این است که به محض اینکه این بسم الله الرحمن الرحیم وارد شد، وارد قانون اساسی شد، یا اعلام این داستان که دین ملت ایران اسلام است یا آیین اصلی ملت ایران اسلام است، فساد از اینجا شروع میشه. قانون اساسی کاملا بایستی از فتوای دینی کاملا به دور باشد، نظیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و هندوستان. حالا ما آمریکا رواش میکنیم، ما واسه بیشتر از هندی ها بیاموزیم تا آمریکایی ها، مطلقا و ابدا. و همین ترکیه که امروز به یا به جایی رسیده و ادعاها دارد و حقیقتا در همه جنبه ها اگر مقایسه بکنیم توسعه یافته است، این بدون جهت است که مردان دانا و دانشمندی بودند که اروپا رو خوب میشناختن، سیاست رو خوب میشناختن، مثل آتاتورک که این مرد بزرگ آمد بعد از این که در اون قانون آمده بود که آیین رسمی ملت ترک اسلام است، بعد از چند سال دوباره مجلس اعلای ترک رو تشکیل داد و با رأی اعضا این عبارت رو که از قانون اساسی کشید بیرون و یک قانون اساسی سکولار بیرون از سایه مذهب برای مردم ترک بر جای نهاد که سبب سعادتشان شده است. آقای فروزان، آقای مشیری، آخرین خبرها از ترکیه استاد خلاف اینه. بله. یعنی آخرین خبرها از ترکیه این است. بله. که تعلیمات شرعی در ترکیه از نفوذ فوق‌العاده‌ای برخورداره و اون چه که در ترکیه امروز داره اتفاق میفته یک نوع پذیرش قلبی است از دخالت دین در حکومت و سیاست برخلاف خواستهای آتاتورک. بله. یعنی گزارش های مفصلی جناب استاد در این زمینه هست. بله. که باید بهش پرداخت. اما جناب مشیری ببینید، من باید این گرفتاری رو شما حل کنید، شما نتونید حل کنید، اصلا نمیدونم کی میتونه حل کنه. آقای مشیری، تکلیف منو روشن کنید. شیخ کلینی رو من باید چیکار کنم؟ ملا محمد باقر مجلسی رو باید چیکار کنم؟ آیا اینم جزء مجموعه سکولاریسم باید بذارم جزء دین؟ حضورشو مانع بشم ولی وجود افکارشو و نفوذ افکارشو و تحت تاثیر قرار دادن مردم رو توسط ملا محمد باقر مجلسی و تعالیمش باید بپذیرم، در حالی که در حیطه قبول خانواده ها افراد هست؟ آیا اینو باید بپذیرم یا نه من دین اسلام رو پذیرفتم، باهاشم درگیری ندارم، اصلا برخورد من برخورد دینی نیست، ولی من با ملا محمد باقر مجلسی به عنوان یک ملا مسئله دارم؟ از مجلسی شروع کنید تا برسید به ملاهای امروز. اینها برای خودشون یک دین دیگری رو میسازن، دکانی رو درست کردن که اون دکان احتمالاً تفاوت‌های اساسی با اون منشأ دین داره. من با دین کار ندارم، دین از نظر من قرآنه و اون چیزی که قرآن آورده خوب یا بد بخواید اون رو میشه در زمانی تحلیل کرد. گرفتاری من الان با قرآن تا حدی شناخته شده است، اما گرفتاری من با ملا محمد باقر مجلسی، شیخ محدث، شیخ کلینی، فارابی، من با اینا گرفتاری دارم. آقای مشیری عزیز، به من بگو چجوری از دست اینا راحت بشن. شما اینا مردن کاری به کار شما ندارن. آثارشون دوست... ببینید دوست عزیز جانم، شما اگر که در تاریخ اروپا به مسیحیت نگاه کنید، ده ها باقر مجلسی اونجا پیدا میکنید، طول و عرض کتاباشون هم بیشتر از طول و عرض کتاب های محمد باقر مجلسی و کلینی و اینا هست. اینا اهل دین بودن، کارهای دینی میکردن و عرض کنم که جهان رو یعنی دین رو اونطور تعبیر میکردن. حالا اشاره هست به باقر مجلسی، من خدمت شما عرض کنم که این اهل تشیع بسیار مردمان ضعیفی بودن، تعدادشون هم اندک بود و وقتی که یک شمشیری پیدا شد برای پیشبرد مقاصد تشیع که از شاه اسماعیل بود و اینها که شکم سنی‌ها رو پاره می‌کردند و اینها،
دیگر کسی در مقابل آخوندهای شیعه نبود که به آزادی در واقع استدلال بکنن، چون بسیار از این استدلال ها در حضور بزرگان، از این مناظره ها بر حق بودن یا ناحق بودن شیعه و برعکس انجام شده در حضور شاهان مغول، در حضور نادرشاه افشار اینها، و معمولا این علمای شیعه شکست می‌خوردن، چون شیعه چیزی در دست نداره به لحاظ تاریخی، اون چه گفته دروغ بوده. بسیار خوب، وقتی صفوی آمده است آدمای مثل مجلسی هم پیدا شدن، چون رقیبی نبود، کسی جرأت نداشت که سخنی بگوید. اگر شما به نقشه ایران نگاه کنید، در حاشیه از بندر عباس بگیرید طرف خوزستان و کردستان و آذربایجان، می‌بینید که اونجا از شمشیر قزلباش دور مانده و هنوز برادران ما در اونجا سنی هستن. این به جهت این است که شمشیر قزلباش به مرزها دیگر نمیرسیده، اون مراکز رو شیعه کرده. بنابراین ایرادی نیست بر باقر مجلسی، این جزء فرهنگ شیعه است. من نمیدم با کجای بنجی شما ایراد دارید، اما وقتی ما بگوییم کلیت دین از کلیت سیاست جداست، این مطلب به خودشان مربوط است. اگر میخواهند چند فصل دیگر هم به حلیت المتقین یا به بهار الانبار یا نمیدونم مهرق القلوب یا اینا اضافه بکنن، به ما هیچ ارتباطی ندارد. اینا میتوانند در مساجد، در مدارس طلبگی، اگر مردم ایران بخوان این مدارس رو منن، یا در دانشگاه هایی که در واقع تیالوجی درس میدن، اونجا اینا میتوانند تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، آزاد باشن برای نوشتن این مطالب، مردم هم آزاد باشن که اینها رو بخوانن. این است که ما با اینها کاری نمیتوانیم بکنیم که بخواهیم که علیه اینها اقدام بکنیم. اینها شیعه بودن، این بیشتر کسانی که نام بردین، ولی این یه نام بردین که به گوش من آشنا نبود، فرمودین فارابی. من آخوندی به نام فارابی نمیشناسم، ببخشید اشتباه کردم، امام محمد غزالی. خب بله، ایشون هم اشتباه کردم، معذرت میخوام. بله غزالی طوسی کسی دیگری است. این هست که وقتی که شعب مختلف دین به وجود آمدن، عرض کردم مکاتب فقهی مختلف اینها به وجود آمدن و آثاری از اینها بر جای موند و مسلمین هم منشعب شدن. در واقع گروه زیادی حنفی هستند، من فکر میکنم تعداد حنفی ها بیشتر از دیگران هست، اندکی هم در واقع شیعه بودن، شیعه شدن. معمولا مردمان سطح پایین جامعه، مردمان فقیر، مردمان بیچاره و اسیر، موالی سرگردان خیابانهای کوفه و بصره و اینها که هیچ نداشتن، امید و آینده این بود که امام ظهور بکند و یک سعادتی برای اینها رزم کند، اینها به شیعه گراییدن. بعد ابزار دست سیاسی شد در ایران به دلایلی که به اشارتی کردم خدمتون، و کشور ما شیعه شد. شما اگه نگاه کنید به جغرافی دنیا، ایران تنها کشور شیعه جهان هست. ببینیم که ما بقیه کشورهای 52 کشور اسلامی اینا مسلمان هستن. این است که ما در واقع اینا اساسا در حیطه کار سیاسی نیست که بنده بنشینم اینجا یا شما بنشینیم اینجا و بخواهیم که فصلهایی از فصول مثلا مهرق القلوب رو تغییر بدهیم یا ایراد بگیریم یا چه. این آخوندی بوده است در اصفهان نشسته بوده، اون چه لاطائل در عالم بوده گفته و در این کتاب وارد کرده که حتی من دیدم اهل ده میخوندن و واقعا میخندیدن، چون بسیار چیزهای صفیحانه گفته که خنده آوره. اینها در همه ادیان هست. شما در واقع فقه ساسانیان متاسفانه یک مرد بزرگ بی نظیری مثل زرتشت کبیر آمده است و دینی رو بنیاد کرده، ولی بعد از گذشت چندین قرن وقتی نسل بعدن نسل از دست آخوندها گذشته، یک فقه ایجاد کردن که در بعض موارد بسیار بدتر از این حزب، این فقه باقر مجلسی است. اما اینها کار ملایان بوده در واقع. حالا من وارد قضایش نمیشم اینها،
اینها رو ما کاری نمیتوانیم بکنیم. جمع شدیم استاد. ببینید شما اولا بعضی از بیننده ها تکس برای من میفرستن، البته یک نفر 4 تکس برای من فرستاده، آخر سر در آخرین تکس فقط به من ناسزا نگفته و گفته است که ساکت باش بگذار مشیری حرف بزنه. اصلا این برنامه به دلیل حضور بهرام مشیری است که اعتبار پیدا میکنه. عجب. یعنی و بنده و بهرام مشیری قبلا با هم صحبت کردیم، بهرام مشیری نمیخواد من ساکت باشم، درسته یا نه؟ من نمیخوام شما ساکت باشین. من بسیار بسیار دوست دارم که شما مرتب حرفای بنده را قطع بفرمایید و مطالب جدید به میان بیاورید. این خاص بهرام مشیریه، بنابراین شما نگران نباشید. اتفاقا این جلسه اول برای اینکه من و استاد بهرام مشیری یه مقداری سنگامون رو با هم وابک کنیم که بعد ببینیم چجوری وضعیت رو باید جلو ببریم تا بهترین نتیجه گیری بکنیم. بله. در بهترین شکلشه. الان آقای مشیری ببینید، شما یه رساله دارید، یه آخوندی با یه درجه‌ای که میرسه یه رساله میرسه، این رساله یه مرد مسلمان معمولاً، حالا وارد بحث اصولی ها و اخباری ها اینا نمیشیم، معمولاً این رساله رو میگیرین راهنمای عملش در زندگی. وقتی راهنمای عملش در زندگی در رساله این آخوندها و این ملاهای حاکم بر کشور من و شما، موارد متعدد ضد حقوق بشر هست، ضد علم هست، ضد خرد هست. چطور باید اجازه داد این در حریم سکولاریسم، این خرافه گرایی فرصت رشد و نمو پیدا بکنه و باقی بمونه؟ نباید اینو سرکوبش کرد؟ چرا باید اجازه داد وقتی که احکامی برخلاف تمام حقوق پیشرفته بشر امروز هست حتی در بخش خصوصی جامعه نفوذ بکنه و اونجا زیرابی بره، همونطور که در جامعه ایران زیرابی رفت و ما رو به این بله. روز نشون. بله. استاد بله بله خدمت شما عرض میکنم که مطلب خیلی خوبی فرمودید آقای فروزنده گرامی. ما خیلی باید مواظب باشیم که اصول آزادی خواهی رو از دست ندهیم و خدای ناکرده در این خشم و خروشی که نسبت ملایان داریم خود به گمراهی نیفتیم و این اصل آزادی، اصول آزادی و آزادی خواهی و روش آزادی و آزادی خواهی رو و قانونمندی رو از دست ندهیم. ما نمیتوانیم خارج از حیطه قانون آخوندی رو تنبیه کنیم که چرا اینا رو نوشتی. آخوند بایستی آزاد باشد در تحریر کتاب آخوندی، فیلمسازان بایستی کاملا بدون قید و شرط آزاد باشند زیر سایه قانون، البته یک قید بیشتر نیست و اون قید قانون هست، برای ساختن فیلم ها. شما باید آزاد باشید در بیان اون چه در واقع در ضمیر شما هست. بنده باید آزاد، همه باید آزاد باشیم در بیان عقاید، آخوندها هم آزاد باشن. اما قانون معلوم میکند که حد در واقع محتوای این نوشته ها چیست. شما در ایالات متحده آمریکا نمیتوانید اون لغتی که به معنی سیاه هست و 4 کلمه است، در واقع 4 حرفه و به کار ببرید، زندانی داره، به جهت اینکه قانون میگوید که این کار زندانی داره. بنابراین قانون بایستی معلوم بکند که چه چیزهای به نظر من به کار بردن واژگانی مثل کافر، اینا بایستی از طریق قانون اعلام بشود که آقا هر کسی این واژه رو به کار برد 6 ماه زندانی داره، یا مفسد فی الارض، یا تارک الصلاة، یا فرض کنید باقی از بغی به غین، از اینجور چیزا. وقتی که اینها رو حدودش اینها رو قانون معلوم کرد، بنابراین رفته رفته اون چه شما میخواهید به دست خواهد آمد. اما حدود اینها رو باید قانون معلوم کند، نه چوب و چماق، نه عرض میکنم دستگاه استبداد،
نه فلک بستن آخوند و ملا سر چهار را اینا، نه با قانون. در واقع علت یا علل توفیق آتاتورک این بوده است که کارها رو از مجرای قانونی و انجام میرسانید. یعنی به نظرش میرسید که این کلاه چیز زشتی است. میامد چه میکرد؟ فردا دستور نمیداد که کلاه رو پاره کنن. فردا میامد با چند حقوقدان صحبت میکرد، با اعضاء مجلس اعلی صحبت میکرد و وقتی زمینه ها رو میدید ارائه میکرد و بعد این قانون میشد و وقتی قانون میشد در واقع مجرا داشتنش مشروعیت داشت، چون مجلس ملی گفته بود. این است که اینا چیزهایی است که بایستی قانون حدش رو معلوم بکنه. سپاسگزارم جناب مشیری. در حدود 7 دقیقه‌ای که فرصت داریم، بینندگان عزیز، فرصت طرح پرسش های شماست. پرسشاتون رو میتونید مطرح کنید، فقط مدتش 7 دقیقه است. من در اختیار دارم. جناب بهرام مشیری هم به اختصار پاسخ خواهند داد. خواهش میکنم مستقیم در موضوع برنامه باشید. ناچار هستم با توجه به فشاری که روی خطا هست و تکسایی که من گرفتم از شما استدعا کنم رعایت اصول رو بکنید در این برنامه، با توجه به محدودیت وقت، که من مجبور نشم جسارت بکنم و صدا رو قطع بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فرزنده. بله بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب فرزنده. با تشکر از شما و مهمان دانشمندتون آقای بهرام مشیری. جناب فرزنده، شما یک تعریف از دین دارین. اجازه بدید منم یک تعریف از دین از زبان یکی از کارشناسان مسلمان بدم خدمت شما. بفهم. که ایشون درجه مفتی داشتن در دین اسلام و 4 تا ویژگی رو گفته که اسمشون چیه قربان؟ به شما میگم چون وقت خیلی کمه. اسمشون اسم ایشون چیه؟ اسم این مفتی کیه؟ مولوی. و من شعرشو براتون میخونم. بفرمایید. میگه حق ستون این جهان از ترس ساخت. اول ویژگیش ترسه. هر کسی از ترس جان در کار باخت. جان باختن در کار، دومی ویژگی. قصد شاه آن نه که خلق ایمن شود، ایمن شدن خلق. قصد شاه که ملک گردد پایبند. یعنی ویژگی دین رو 4 تا رو براش مشخص کرده. البته من خیلی خلاصه کردم که وقت زیاد نبره. با تشکر از شما. خیلی متشکرم. مرسی آقای مشیری. نظری دارید یا پرسش بعدی رو بگید؟ نظر به خصوصی ندارم. ایشون هم یک نظری دادن و سخنشون رو گفتن و نیش نکته خاصی ندارید. سوالی هم مطرح نکردن. در نظری رو فقط فرمودن. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فروزنده سلام عرض کردم. سلام قربان، بفرمایید. من اولا میخوام عرض کنم که این برنامه بسیار جالبی است. دوماً فکر میکنم که این برنامه مثل تنها به قاضی رفتنه. شما آقای مشیری رو بردید و نظرات ایشان نظرات ضد مذهبی است و لازمش اینه که افرادی که دارای علم و دانش مذهبی هستن در این جمع باشن و یک به صلاح مناظره دقیق علمی و همه جانبه قرار بگیره. در این رابطه من توصیه میکنم که آقای به اسم حاج آقا حسن علایاری که برنامه تلویزیونی داره اسم اهل بیت، از ایشان دعوت کنین به عنوان به اصطلاح سخنگوی مذهب شیعه و شخصی هم در رابطه با مذهب به اصطلاح اسلامی سنی که من کسی رو نمیتونم معرفی کنم، اونم دعوت بکنید که به این بحث بسیار عالی و جامع از همه طرفه برخورد بشه. سپاسگزارم از محبتتون. آقای مشیری. بله، عرض کنم دوست عزیز من، خیلی محبت کردین، زنگ زدین. ما اینجا برای مباحث دینی و حقانیت اهل بیت نیستیم. ما بر این هستیم که ذاکران اهل بیت بروند سینه هاشون رو بزنن، اما فضولی در ارکان در واقع این مملکت نکنن، مزاحم مردم نباشن. این دسته های سینه زنی از بام تا شام خواب رو از مردم گرفتن. این بلنگوهای آنچنانی در روی این عرض میکنم که دیوار مساجد، اینها استراحت رو از مردم گرفتن و زندگی رو بر مردم ما حرام کردن همین دستگاه اهل بیت.
آقا این داستان بدین وجهیست ما اینجا نیامدیم که با یک آخوند بنشینیم و مناظره مذهبی بکنیم ببینیم که عمر آیا لگد زده است محسن را بکشد یا لگد نزده است محسن را بکشد. من اون مرد محترمی رو که نام بردید حداقل 20 بار یا 30 بار به بنده زنگ زدن برای مناظره، من دیدم هیچ وجه مشترکی نیست، ما در واقع اهداف ما یکی نیست، من آزادی خواه هستم با احترام به دین، با احترام به اهل بیت، عرض من این است که آخوند متعلق است به مسجد و مردم آزاد هستند که برمن بشینن بنشینن پای سخن آخوند و ملا، اما ناقدان سخن دانایان و خردمندان هم حق دارند که حرفای این آخوندها رو صریح بنویسند و نقد کنند و قضاوت رو به جامعه واگذار کنند. این مشکل ما اینه عزیز من، نه که بنده بشینم با اون آقای اللهیاری در باب اهل بیت صحبت بکنم ببینم که حسین مظلوم بوده است یا حسین مظلوم نبوده است، این مشکل ما نیست. مملکت ما واقعا داره از دست میره از فساد و دروغی که این ملایان عرض میکنم که ظاهرا طرفداران اهل بیت به میان انداختن. در هیچ دوره هیچ حکومتی به این درجه از فساد نبوده است که پیروان عرض کنم اهل بیت به وجود آوردن در مملکت ما. این است که یک جایی شده است ایرانی که همواره مایه فخر و مباهات شهروندانش بوده، مایه ننگ شده واقعا به خاطر همین آدمهایی که خود رو پیروان اهل بیت میدانند و این مباحث کهن بیمعنی و خنک و بیمزه و واقعا چگونه ارز کنم بیارزش رو به میان انداختن. اینا یک مزمون قضایی است، عاطفی است آقا، عاطفی است، ایرانی عاطفی است، دوست دارد گریه بکند، دوست دارد برای فاطمه گریه بکند، برای بکند هیچ اشکالی نداره گریه بکند، اما اینها رو جز قضایی اساسی و سیاسی مملکت قرار دادن واقعا شما واقعا ما رو از شاهراه زندگی به دور میاندازه. اینا یه داستانای نیست که ما اینا رو بعد بخواهیم که در واقع پایه های اصلی مباحثی بکنیم که اینا 1500 سال به اینجا نرسیدن. شیعیان اینا رو گفتن فحش به عمر دادن، عرض کنم اهل تسنن هم گفتن اینا رافضی هستن و کافر هستن، خمس و زکات میخورن و سیغه میکنن. اینا 5-6 مطلب بوده آقای فروزنده، این جنگ شیعه و سنی که هنوز داره قربانی میگیره در عراق سر همین جریانات بوده، داستان اهل بیت بود و چه اهل بیتی است که عایشه جزش نیست. شما ببینید عایشه که محبوب رسول بوده و عاشق او بوده و در آغوش اون زن از جهان رفته جز اهل بیت نیست. خنده دار این تعصبات اهل شیعه واقعا. آقای چیز امام محمد غزالی میگوید این شیعیان، این آخوندهای شیعه اونقدر گمراه هستن، حالا او میگوید رزل من به کار نبرم، که اساسا حرام است با اینها سخن گفتن، چون هرگز شما به این نتیجه عقلی و استدلالی نمیرسید، چون هرگز راست نمیگوید. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، من بفرمید. با آقای فروزنده مخواستم. بفرمایید آقا، روی خط هستید، صحبتتون بفرمایید. جناب فروزنده، من میخواستم ببینم شما سوال کردید از آقای مشیری که ملا محمد تکلیف ما با ملا محمد باقر مجلسی چیه، ایشون جوابی ندادن. من دلم میخواست ببینم نظر ایشون چیه. سپاسگزارم. از تلویزیون توجه فرمید. خواهش. عرض کنم که ملا محمد باقر مجلسی پسر ملا محمد تقی مجلسی و صاحب آثار متعدد، ما با این باید چه بکنیم؟ به نظر شما باید استخونهاش رو بیاریم آتش بزنیم یا چه بکنیم؟ این آقا هم یک نویسنده بوده، نویسنده شیعه بوده، این جمع آوری احادیث شیعه میکرده، یک مش اباطیل و سخنان لا تا علم هم میارم براتون میخونم. عرض کنم که طوری بود که حتی در روزگار سابق از بوی تعفنی که قبر این مرد میداد و نمیدونم چه میکردن مردم اونجا، نمیشد نزدیک شد به قبر این. یعنی شما فکر نکنید که ملا باقر مجلسی چون شیعه بود و چون این کتاب ها رو نوشت و چون شیفت اهل بیت بود برام برای اون احترام قائل بودن چون که بر حافظ، نه اینطور نبود. یک مشتخنان لاتائل است این آقا نوشته
احادیثی که آدم خجالت بکشی میکنه. ما باید با این چه بکنیم؟ کتاباش آتش بزنیم؟ ما دو کار میتونه بکنیم که خیلی خیلی کار خوبی است از نظر بعضیا. یا قبرش خراب کنیم و کتاباش آتش بزنیم؟ میگه غیر از این است که بنده میگم نه. میگیم که آقا اینم یه آخوندی بوده، پدر همه آخوندا این بوده، این که کاراش رو باید چاپ کرد، داد به بچه ها و نشان داد زشتی ها و در واقع حماقت ها و سفاحت هایی که در نوشته های این هست، خود جامعه باش برخورد میکنه. تصور نفرمایید که مردم قد نادان هستن که این سخنان لاتایل باقر مجلسی اگر کتاب ها چاپ کردیم مثلا فرض کنید که جامعه به اون سو میده. نه، به گمان من اتفاقا بایستی اگر کسی دوست دارد کارهای باقر مجلس چاپ بکند بایستی بهش اجازه داد چاپ بکند، اما آدم های هم باشند که نقد بنویسند، نقد نیرومند و چاپ بکنند در مقابل، تا با قضاوت خرد اینها بی حیثیت بشوند، نه اینکه با تعصبات ما و خدا نکرده تصمیماتی که مثلا نازی ها می گرفتن در باب سوزاندن آثار مؤلفان یهودی. صحبت من تمام شد، متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله سلام قربان. من خیلی سریع بگم، دو تا نکته دارم. نکته اولی که من با آقای فروزنده موافقم، ما نباید اجازه بدیم که دین در جامعه اصلا بتونه صحبت بکنه به طور آزاد، به خاطر که این بر غیر علمی و پلیده. بنابراین سکولاریسم دو تا معنی داره، یک معنیش اینه که جدای دین از دولت و یک معنیش جدای دین از آموزش کردنشه. نکته دوم، فقط میخواستم تصحیح کنم صحبت آقای مشیری رو در مورد مسیح. در تاریخ نویسا دو تا دسته دارن، یه دستهشون به وجودش اعتقاد دارن، یه دسته ندارن. اون دسته که به وجودش اعتقاد دارن بر اساس گفته های جوزفوس که یک تاریخ نویس یهودی بود 40-50 سال بعد از مسیح زندگی میکرد، آمد یک پاراگراف داشت، دو سه خط بیشتر نبود، گفت که آقا یک کسی بوده به نام عیسی ناصره که در منزل فلسطین آشوبی به پا کرده. اینو من ترجمه خیلی کوتاهی کردم. بنابراین تمام اون کسانی که معتقدن که مسیح بوده چه رو حرف جوزفوسه که جدای مسائل گاسپل ها اینو گفته، و همونجوری که آقای مشیری میدونن چهار تا گاسپل کسی نمیدونه که کی در چه موقع نوشتتشون، یعنی مارکو لوکو متیو اونیکی دقیق نیست، یعنی این بیاز بر اساس کپی بوده. خواستم اینو تصحیح کنم. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. خدا خواهش می‌کنم. مرسی جان مشیری. فقط بله، بنده این که فلان کس چه گفته نبود، از من این بود که بعد از پیدایش کسانی که نفی کردند حیات حضرت مسیح رو و نفی کردند معجزات ایشان را، عده‌ای تا بدون حد پیش رفتند که شخصیت تاریخی عیسی مسیح را هم نفی کردند. اما این یک دوره کوتاه بود و بعد از طی اون دوره که اواخر قرن 19 هم بوده است، محققان امروز وقتی نگاه بکنیم به کارشون قبول دارن و قبول کردن که این برداشت خطا بوده و شخصیت حضرت مسیح شخصیت تاریخی است و ایشون وجود داشته. عرض من این بود. حالا این فلان کس چه چیزی گفت یا دیگری چه جوابی داد، من مد نظر مخلص نبود عزیزم. بفرمایید، خواهش میکنم. آخرین خطی است که میگیرم. بفرمایید. بفرمایید آقا. الو، سلام آقای آفرسته. سلام قربان، امرتون بفرمید. از شاید دو نکته دارم که باید خدمت رو عرض کنم. یکی این که در مورد مجلسی مطلبی که هست اینه که قرار بوده چون در زمان صفویه در حقیقت بنیانگذاری شده و همون موقع بین شیعه و سنی جنگ به اصطلاح میدان جنگ بوده و بالاخره بعدش هم شروع کردن به یه مقداری روایات جعلی رو اضافه کردن. مجلسی به اون نتیجه رسید برای اینکه اضافه نشه دستور داد تمام روایاتی که وجود داره همه رو جمع آوری کرد و قرار بود که آقای مجلسی بعد از اینکه فرصت بکنه و اعلام کرد که ایها الناس تا این لحظه هر چه که روایت بوده همینه که هست، از این به بعد اگر روایتی اضافه شد جعله، مطمئنا جعله. وقت برنامه تمام شد. آقای مشیری اگر پاسخ مختصری دارید بفرمایید. بله بله، این یک مغلطه مصادره به مطلوب کرده
هرچه دروغ بوده جمع‌آوری کرده و بعد گفته است از این به بعد هرچه اضافه شد دروغ است. معنی پنهانش این هست که اگه الناس تا حالا هرچه ما آوردیم راست بوده، در حالی که ما میدانیم این عرض کنم احادیثی که در دست اهل تشیع هست اینها دروغ هست، اینا چیزی در دست این علمای شیعه نبوده جز احادیث دروغ. و این که ایشونی حرف زده یک مغلطه خیلی هوشیارانه بوده که یاله، یعنی ما تمام احادیث صحیح رو جمع آوری کردیم. اساسا خود حدیث آقای فروزنده، خود حدیث یک چیزی است که اشکالش به همراهش هست. میگوید حدیث، یعنی من یه سخنی میگویم بسیار اتفاق افتاده است، من یه حرفی زدم دوست من دست دوم شنیده اومده گفت آقا تو فلان سخن رو گفتی، گفت آقا ما این حرف از این حرف من چنین بود. با تغییر اکسنت میتواند معنی سخن تغییر کند. مثلا من بگم که من آقای فروزنده رو دیدم، من آقای فروزنده رو دیدم، آقای فروزنده رو من دیدم، به 4-5-10 نوع شکل من میتوانم مطلب رو بگویم که وقتی از زبان من نقل قول بشه بعد با تغییر دادن اکسنت معنی به طور کل دگرگون بشه، یه چیز دیگری از اون استفاده بشه. سپاسگزارم جناب مشیری. برای نکته آخر عرض بکنم که بزرگترین علمای اسلام امام اعظم ابو حنیفه است. ابو حنیفه جمعاً 17 حدیث رو بیشتر قبول نداشت و اینها احادیثی بودن که از زبان عایشه آمده بودن. در فقه شیعه میگویند تا 1,000,000 حدیث هم جمع‌آوری شده. از شما بسیار سپاسگزارم و از هموطنان ممنونم جناب مشیری. امیدوارم که هفته آیندهم سلامت و سرحال باشید، بتونیم دومین برنامه رو با هم داشته باشیم. از آقای کامران کندر سپاسگزارم، از آقای افسری سپاسگزارم، از پیمان، از نادر دورمانی باعث برنامه امشب و از همه شما بینندگان عزیز که با علاقه این برنامه را تعقیب کردید. هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.